بسم الله الرحمن الرحیم. روزهای بسیار مبارکی از ایام بعثت نبی مکرم اسلام تا روزهای میلاد امام سوم شیعیان، پرچمدارش و امام چهارم، در این مقطع بسیار مبارک ما قرار داریم و امروز یک طرح بسیار عظیم و بزرگ تاریخی ما خوشحالیم که در دولت دوازدهم انجام گرفته و اون آبادانی منطقه شرق ایران. این عدم تعادلی که بین شرق و غرب همیشه بوده، خب غرب شرایط دیگری در کشور ما داره، شرق به هر حال هم از لحاظ طبیعتش طبیعتی هست که طبیعت سختی داره و خب حالا ما هم چون بچه همین منطقه شرق کشور هستیم و حاشیه کویر سختی هایی داره، زیبایی هایی داره و ما حتما باید کاری بکنیم که منطقه شرق ایران رو آباد بکنیم و این توازن و تعادل رو ایجاد بکنیم. از لحاظ امنیت ملی بسیار مهمه، از لحاظ توسعه ایران هم بسیار حائز اهمیته. البته این طرح یک طرح بزرگ و تاریخیه. اون روزهای اول در دولت یازدهم وقتی ما بحث میکردیم، بعضی میگفتن این طرح اصلا اجرایی و عملیاتی نیست. دوستانی به من میگفتن که این طرح قابل اجرا نیست. الحمدلله این طرح شروع شد، آغاز شد، وزارت صمت وارد عمل شد، شرکت ها وارد عمل شدند و همطوری که مردم عزیز ما میدونند 3 فاز خط 1 رو تا امروز ما افتتاح کردیم. 1 فاز در آبان ماه افتتاح کردیم، 2 فاز هم امروز افتتاح کردیم. آبی که به منطقه سیرجان میرسه، به منطقه مس سرچشمه میرسه و همچنین آبی که به منطقه اردکان یزد، که حالا اینا که افتتاح شد این 3 قسمت، بعد باید ادامه پیدا بکنه این مسیر، باز هم از خلیج فارس و دریای عمان به سمت خراسان جنوبی و مشهد الرضا که خط دومه و خط سوم برای استان اصفهان و خط چهارم که از دریای عمان برای منطقه زاهدان زابل در سیستان و بلوچستان هست. خب یک تحول بسیار عظیم و بزرگ هست. ما از این نعمت، خب به خاطر اینکه سرمایه گذاری بزرگی میخواد و کار عظیم، این نکته اشاره کردن که ما امروز در ساخت پمپاژها خودکفا هستیم، رو پای خودمون ایستادیم. قدیم میباید همه اینا رو وارد میکردیم. الحمدلله در دولت 11 و 12 ما در شرکت‌های دانش‌بنیان کارهای بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفته. یک بخشی در همین مسئله کمپرسورها در زمینه پمپ ها، هم در زمینه گاز، هم در زمینه آب، هم در زمینه نفت کار بزرگی انجام گرفته. این طرح یکی از طرحهای بسیار بزرگ و جزو آرزوهای نه من، آرزوی همه مسئولین بوده از اول انقلاب تا حالا. امروز شاهدیم که خط اول الحمدلله هر 3 فازش افتتاح شد و خط دوم و سوم و چهارم هم عملیات اجراییش آغاز شد. من خدمت مردم عزیز ایران عرض میکنم در دولت 11 و 12 در آب خاک نه یک جهش، یک انقلاب بزرگ رخ داده. یعنی کاری که ما در منطقه غرب ایران، در مرکز ایران و امروز در فلات مرکزی کشور داریم انجام میدیم، هم در خاک و هم در آب تحول بسیار عظیمه. حالا شرحش در یک فرصتی باید به طور مفصل برای مردم توضیح داده بشه که در غرب کشور چه کار شده، در شرق کشور، در سایر مناطق ایران چه اقداماتی انجام گرفته.
خب در زمینه‌های مختلف یکی از طرح‌های عظیم همین شیرین سازی آب و منتقل کردن به مرکز ایرانه. یه اشکال اساسی تو ذهن محیط زیست ما همیشه بود که اگر ما این آب رو شیرین بکنیم، اون دستگاه‌های عظیمی که آب رو شیرین می‌کنن پسابش برمیگرده به داخل خلیج فارس. خب می‌گفتن تو خلیج فارس ممکنه به مرجان‌ها صدمه بزنه در خلیج فارس. خب حالا در خلیج فارس همه این کشورهای جنوبی دارن از این آب استفاده می‌کنن. حالا البته محیط زیست ما سختگیری می‌کنه، درست هم هست چون محیط زیست مهمه. البته وزارت خارجه ما یک مسئولیت سنگینی به دوش داره که باید در زمینه حفاظت محیط زیست خلیج فارس تلاش بسیار بزرگی انجام بگیره. کشورهای جنوبی همه دارن آب خلیج فارس شیرین میکنن، پسابش هم بر میگرده به داخل خلیج فارس، باید اقدام بشه. حالا ما البته یک کار بزرگی کردیم در این طرح و مصوب کردیم، این رو آقای رزم حسینی وزیر محترم صنعت میدونه، وزیر عرض کنم نیروی ما آقای دکتر اردکانیان میدونه، عرض کنم که حفاظت محیط زیست ما، سازمان حفاظت محیط زیست ما آقای دکتر کلانتری میدونه. ما مشروط کردیم این طرح رو، البته یک مقداری که قبلا مصوب بوده که مشکلی نیست، توسعه این طرح رو مصوب کردیم که پساب آب شیرین کنها تو خلیج فارس ریخته نشه، بیاد داخل دریای عمان، که دریای عمان خب خیلی عمیق و اونجا مشکلی نداره. حالا یه مقدار خرج ما رو زیاد میکنه، ولی این کار برای محیط زیست ما باید انجام بدیم و ضروری است انشالله این کار انجام میگیره. این جزء مصوبات طرح ما هست. من این رو گفتم برای اینکه همه اونهایی که برای محیط زیست حساسیت دارن به حق و درستم هست بدونن که ما همه نکات مربوط به زیست محیطی رو مد نظر قرار دادیم. و مسئله دوم این بود که خب برای اینکه این آب منتقل بشه، خب ما البته در دادن اعتبار تلاش کردیم از صندوق، خب صندوق توسعه میدونید که پول نفته، که ما نفتی رو که میفروشیم یه بخشی از پولش خرج میکنیم، یه بخشی میذاریم تو صندوق. و البته ما از سال 94 95 96 که وضع ما خیلی خوب شد، یعنی در سایه توافق هسته‌ای و برجام نفت ما فروش رفت و این بخشی از نفت آمد صندوق. این صندوق ما در واقع مرهون کار سیاست خارجی ما هست، ولی خب این صندوق چیزی نداشت که الان بده. اینکه این صندوق امروز طرح‌های متعدد داره انجام میده به خاطر منابع مالی بود که در اختیار قرار گرفته. انشاءالله تحریم باید شکسته بشه، همه دست به دست هم بدیم، دو مرتبه وضع صندوق خوب میشه. باز با فروش نفت بخشی الان امروز اگر نفت ما در حد مورد نظر ما در سال آینده فروش بره، 38% این پول نفت میاد تو صندوق. یعنی حالا سابق اینجور نبود، سابق یه دولت کل پول نفت رو مصرف میکرد، اما از زمانی که حالا این صندوق به وجود آمد با مصوبه مجمع که مربوط میشه به اواخر دولت دهم، خب سالهای آخر دولت دهم هم پول پرداخت شد، ولی عمده این صندوق مال دولت 11 و 12 است که بهش پول پرداخت شده. الحمدلله تأمین کرده طرح‌های بسیار مهم رو. اینجا هم باز نقش بزرگی داشته، در ادامه این طرح هم نقش بزرگی خواهد داشت برای اینکه ما بتونیم شاهد یک تحول بزرگ در این منطقه باشیم. من تبریک میگم به مردم بزرگ ایران، من تشکر میکنم از همه شرکت های بخش صنعت و معدن ما که در این زمینه سرمایه گذاری کردن، تلاش کردن، از صندوق توسعه، از حفاظت محیط زیست که همه دقت‌ها رو به کار برده، از وزارت نیرو که
تلاش کرده برای اینکه آب‌های ضروری و مورد نیاز آشامیدن رو در این طرح مد نظر قرار بده و از وزارت سمت که خب بار بسیار سنگینی رو بر دوش گرفته و ادامه میده. تبریک میگم به همه اینها، به مردم بسیار خوب شرق ایران، همه استانها، از استان هرمزگان، استان سیستان و بلوچستان، استان کرمان، استان یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، همه این استانهایی که از این طرح بسیار بزرگ متنعم میشن و انشالله در آینده هم امیدواریم این گونه طرحها ادامه پیدا کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.